خب عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز، مردان و زنان غیور ایران زمین. امشب هم به روال شبهای پیش در خدمتون هستم با سلسله گفتارهای پیرامون انقلاب. همچنین از ادب دارم خدمت عزیزانی که ما رو از کانال یوتیوب یا پادکست رادیو مهسا و همچنین کانال تلگرام میشنون. تا بچه ها میان یکی در مورد صدا به من بگه که صدا خوبه یا نه، و دوم این که حالا بعد از آخر لایو هم میگم لطف کنید که کانال یوتیوب و پادکست و همچنین کانال تلگرام رو فالو بکنین حتما، چون که خیلی معلوم نیست وضعیت در اینستاگرام به چه شکل جلو بره. حالا توضیح خواهم داد. ممکنه اینستاگرام به زودی از دسترس خارج شه، ممکنه ریپورت های سنگین روش بیفته. امروز پیج اتحاد ملی از دسترس خارج شد، لاکداون شد در واقع، و 2000 تا ریپورت در امروز گرفته و این یه سری علامت هایی هست، یه سری نکاتی هست که حالا امروز هول و هوشش صحبت میکنیم. تلگرام به نام کانال تلگرام هر روز یک گوش است. توی این بایوی همین اینستاگرام برید، یه لینک تری هست، اونو بزنید همه صفحات میاد، همه لینک هایی که میتونیم برین میاد، از یوتیوب بگیر تا چیزای دیگه. اینه که دوستانی که ندارن فالو بکنن، معرفی هم بکنید لطفاً، چون ممکنه صفحه اینستاگرام بپره. حالا صفحه ما یه مقداری چون وریفاید هست و اینا طول میکشه، ولی بعید نیست، بعید نیست. بیانیه دولت امریکا رو وقتی من امروز دیدم در خصوص مسئله آلبانی، یه مقداری نکات جالبی توش هست. حالا برای بعضی از دوستان میگن نگران کننده، ولی نه، من خیلی نگران نیستم از این چیزا، ولی نکات جالبی هست توش. این که اولا در مورد سازمان مجاهدین، این که ما فکر کنیم، بعضی ها فکر کنن که دشمن من دوست منه، این غلطه. لزومن دشمن ما دوست ما نیست. سازمان مجاهدین یک آلترناتیو جمهوری اسلامی در زمینه ترور، در زمینه وحشیگری، در زمینه غیر دموکراسی، مبارزه با دموکراسی، در زمینه خرافات مذهبی، در زمینه دیکتاتوری، خب، و با جمهوری اسلامی هم درگیره، به خاطر اینکه خب اونا قرار بوده به قدرت برسن، سهم قدرتشون رو خوردن، سازمان مجاهدین سهم قدرتشون رو خوردن، در نتیجه به اصطلاح این از این جهت که حواسمون باشه که لزوماً نه، میتونن یکی در راستای اون چیزی که دنبال میکنن هستن، ولی اینکه با هم ارتباط ارگانیک داشته باشن خیلی من در موردش مطمئن نیستم حداقل. ولی خب یک سازمانی هست دقیقاً اگه سر کار بیاد یه چیزی مثل جمهوری اسلامی، شاید هم بدتر از این. این که در واقع صفحاتشون و در واقع اصلا
موضوع مبارزه با سایبر اتک بوده در داخل آلبانی و همینطور فعالیت های مبارزه با تروریسم. خب این که اکانتاشون از دسترس خارج شده به خصوص در توییتر، خب این اتفاق خوبیه، یعنی اینها همش در حال به انحراف بردن انقلاب و زدن جریانات اصلی و آدمای اصلی هستن. خب این طبیعیه، یعنی این الان باعث خوشحالیه این اتفاق. اما حالا بیایم از یه زاویه دیگری ببینیم، خود اصلا در واقع از بین رفتن این سازمان به مثابه یک گنگ بازم اتفاق مثبتیه. خب آقا شما پناهنده اید، بلند شین برین توی هر کسی توی جای زندگی کنه دیگه. گنگ درست کردن و نمیدونم کمپ درست کردن و اینا، این باز خودش به نظر من مثبته. اما یه چیزی که هست اینه که اگر از زاویه جمهوری اسلامی بخوایم نگاه بکنیم و این بیانیه امریکا که توافقی مثلا اگر در حال شکل گیری یا شکل گرفته باشه، شروع کنن به در واقع تلاش برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه مسلط بشه بر فضای سوشیال مدیا به منظور اینکه انقلاب رو خاموش بکنه، خب اون بخشش یه بخشیه که باید آدم هوشیار باشه، یکم بهش با دقت نگاه بکنه، یکم باید آدم باید با دقت نگاه بکنه. و حواسش باشه به این قضیه. یعنی چی؟ میتونه قدم اول سازمان مجاهدین باشه و این همین جوری ادامه پیدا بکنه، بیاد به سمت گروه های دیگه که مخالف جمهوری اسلامی هن، افراد دیگه که مخالف جمهوری اسلامی هن، کسانی که تأثیر دارن میذارن، مثلا پیج کارگروه که خب کنترلش از داخل مثلا همین امریکا بوده دیگه، یه مدت دست من بوده، یه مدت دست بچه های دیگه بوده، حالا یه مدت هم از بیرون از امریکا، ولی خب ما میدونستیم از کجاها در واقع بچه ها لاگین میشن، آدم های شناخته شده. خب این میاد یه هایی در یک روز 2000 ریپورت میگیره، این یک داستان گاورمنتی پشتش هست. و داستان هک و این چیزا نیست. الان گفتم که پیجو الان آوردن پایین، به هر حال پیج کارگروه آوردن پایین، الان دیگه رو پولا و اینا فعلا ننویسید تا پیج جدید رو بچه ها بسازن. منم که خوب اومدم بیرون از اونجا، ولی بهشون گفتم که کمک میکنم که پیجتون دوباره فعال بشه و پیج جدیدی دوباره بیاد بالا. حالا اون فقط بحث ابجکتیو رو داریم میکنیم، یه بحثیه که الان کلی تر داریم میکنیم. مثلا خیلی از پیجای اینستاگرام امروز از دسترس خارج شدن با ریپورت، نه اینکه مثلا فرض کنید که از مسیرهای دیگری، یعنی ریپورتشون کردن، به صورت گسترده ریپورت شدن. خب این اتفاق مسلما قبلا داشته میافتاده، همچنان در مورد پیج خود من خیلی اتفاق افتاده، بسیار زیاد، همین الانش هم تحت ریپورته.
ولی این که در واقع اون ریپورت ها چقدر مؤثر بشه و چقدر پشت اون ریپورت ها متا وایسته، خب این مسئله مهمه. یعنی پیگیری ها رو به نتیجه نرسه و الاخر این مسئله میتونه نشانگر چیزهایی باشه که در راستای جلب جمهوری اسلامی باشه. هیچ چیز مهمی نیست. ببینید، نه هکر سیستماتیکو که زدن، ممکنم کار چیزای سازمان مجاهدین باشه، اون بحثی درش نیست. ممکنم در واقع کار سازمان مجاهدین هم باشه تو این قضیه که شروع کنن به پیجای در واقع ملیگرا و اینا رو زدن، اونم میتونه باشه. ولی به هر حال من چند وقت پیشم توی یک لایو گفتم پلن ای اینا اینه که با همین جمهوری اسلامی بتونن توافق کنن چون کم هزینه تره. پلن بی شونم که گفتم بهتون، اون سرهنگ خوشگل، و حالا پلن سی و اینا، اینه که اگر ما از این واسطه ببازیم، یعنی شکست بخوریم، به توافق اینها شکست نخوردیم. اینو حواستون جمع کن. به بیباوری به خودمونه که شکست خوردیم اگه بخوریم. یعنی اون حسی رو که جامعه میگیره در اثر این قضیه، وای اینا دیگه توافق کردن پس کار ما تمومه، به این حرف هست که باختیم اگر به اونجا برسه. به اون حرکت است، به اون تفکر است، به این که به خودمون باور نداریم و فکر میکنیم کشورهای بزرگ دنیا میتونن سرنوشت ما رو تعیین کنن و ما هیچ دخل و تصرفی توش نداریم. خب به اون باختیم اگر ببازیم. برای همینه که حواستون رو جمع کنیم. سر جنبش سبز هم همین اتفاق افتاد. یعنی اومدن اول رسانه ها خیلی قوی پشت این قضیه، بی بی سی فارسی و این داستان ها، و دوم اومدن یهو یه خبر رو اومد گذاشتن که آره اوباما با اینا مذاکره داره میکنه و میخواد مذاکره کنه، و بعدم توی بچه ها افتاد که نه دیگه فایده نداره و اوباما با اینا بس. یادتون بودیم باراک حسین اوباما یا با اونا یا با ما. اخبارای تلویزیون ها هم یواش یواش رفت به سمت عادی سازی و اون حسه توی جامعه تزریق شد. اون حسی که تو جامعه تزریق میشه که دیگه کار ما تمومه، اینا نشستن با هم توافق کردن، اونجاست که اون حسه که میگه کاری از دستمون بر نمیاد، اونجاست که ما ضربه میخوریم. در حالی که واقعیتش اینه که اونا توافق بکنن، فروش نفت ایران هم برسه به روزی 2 میلیون بشکه در روز، خب پولم دستشون باشه، با غربی هم شروع کنن به معامله کردن، سفیراشون هم بره بیاد مذاکره کنن فلان بسار، مثلا آقای رئیسی پاشه بیاد واشنگتن مثلا با آقای بایدن ملاقات کنه و دیگه تهش دیگه مردم بخوان این حکومت رو میتونن بندازنش پایین. هیچ ارتباطی به این چیزا نداره، هیچ فرقی نمیکنه. کار رو سخت میکنه از جهت اینکه ابزارهای تبلیغی که
خب ابزارهای تبلیغی که مثلا تو این تلویزیون ها و به اصطلاح رسانه ها بود رو ممکنه از دست یعنی بچه ها خارج کنه. خب مثلا چه میدونم تلویزیون ایران اینترنشنال شروع کنه برنامه عادی پخش کردن، خب البته خیلی چه بهتر در مورد ایران اینترنشنال، یا سایر تلویزیون ها شروع کنن به مثلا برنامه عادی پخش کردن و نمیدونم این میزه گرد بذارن. خب انقلاب زن ژنژیان آزادی چرا نتونست فلان کنه مثلا؟ بعد یه کارشناس هم بیاد بشینه بگه نه کی میگه نتونست، به نظر من هنوز هست اون یکی کارشناس بگه نه به هر حال این مسائل بود. خب این مدلی که صحبت میکنم بعد شما اینجوری نگاه میکنی میگه راست میگه، فیفی داره درست میگه، همکارم فیفی داره درست میگه. خب اینه که اگر از این قضیه شما عبور بکنین، اگر از این قضیه عبور کنین یعنی به اون دایره خود باوری برسین، خب اون وقته که شما پیروز شدید، یعنی خان آخره، اون پیش آخره. پیش آخر چیه؟ دیدی مثلا یه بچه رو میخوان دور بلا نسبت گول بزنن چی کار میکنن؟ میگن که شوخی هایی که اینجا هم در جریانه باحاله، میگن که مثلا ببینیم این بچه چی بیشتر دوست داره، مثلا شکلات دوست داره، شیرینی دوست داره و خب از اون مسیر یا از چی میترسه. مثلا دیدی میگن لولو میاد میبرد تا خب بچه ساکت میشه دوشو. اونا هم دقیقا از همین قضیه دارن استفاده میکنن، دقیقا از همین قضیه دارن استفاده میکنن. از چی؟ از این که در واقع میدونن که مردم ایران متاسفانه در طول قرنها این گذشته ها رو دارم میگم، به خصوص تنبلی ذاتی خودشون، تنبلی آموخته شده خودشون و بیعملی خودشون رو انداختن گردن انگلیس و استعمار و اروپا و نمیدونم فلان و بسار، و همینطور حتی در کم دانشترین در وضعیت خب توهم توطئه جهانی این توی مغز مردم ایران راه افتاده. نه تو خیلی از جاهای دیگه هم هستا، ولی تو ما خیلیه. انگلیس ها برای 150 سال آینده دنیا دارن نقشه کشیدن، داره پلن به پلن میره جلو، بعد نمیه مثلا یک کمی مثلا تاریخ همون بریتانیا رو مثلا چه میدونم تو مقطع 1919 تا 1924 رو بخونن، میبینن که اصلا تو سر و کله هم داشتن میزدن، اصلا نمیدونستن چی کار باید بکنن. گزارشی نوشت در مورد اسمش یادم رفت فکر کنم بدم، در مورد ترکای جوان و بریتانیا که اینا توسط یهودی ها ساپورت میشن و سهیونیست ها، در حالی که اصلا اینجور چیزی نبود. بعد اومدن برای اینکه مثلا دل سهیونیسم رو به دست بیارن، یه عدهشون خب اومدن طرف ترکای جوان. اصلا یه چیز خندداریه دا تاریخشون، این میبینی یعنی تاریخ برره میفتید توی بریتانیا اون دوره. مثلا اسکوید رو داره دستش دارن یه سازی میزنن، بعد لوید جورج رو داره دستش دارن یه سازی میزنن، جنرال آلمبی یه ساز داره میزنه، اون یکی جنرال کیشنر داره یه سازی میزنه. خب اینا رو وقتی بری ببینی اسناد و مدارکش رو مطالعه کنی میفهمی که بابا اینجوری هم نیستش که مثلا طرف
یهو برای 150 سال آینده دنیا تصمیم گیری بکنه و فلان و بسار. نه، خوب بلدن چجوری با احساسات و عواطفتون بازی کنن. خوب بلدن چجوری خاورمیانه رو اداره کنن، بحرانهاشو بلد بودن که اداره کنن تا یه مقطعی. یعنی مثلا چند وقت پیش به در یک اندیشکده‌ای با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتم که این حجم از شکست در سیاست‌های خارجی امریکا اگر هر کشور دیگری بود زیر بار این حداقل فشار اقتصادیش خورد می‌شد، اصلا کمرش خورد می‌شد، اصلا می‌رفت. اونقدی که توی ویتنام اینا پول منفجر کردن و حب این بردن، اونقدی که تو افغانستان 20 تریلیون دلار، مگه شوخیه؟ خب که تو افغانستان بریزی دور، مگه شوخیه؟ منتها آمریکا چون خیلی پول داره، یعنی راحتتون بگم اقتصادش خیلی قدرتمنده، خب اینا رو میتونه هندل کنه و افکار عمومی و برادکستینگش، بازی با افکار عمومیش قویه در داخل آمریکا. خب وگرنه یعنی میدونی انقدر پول خرج کردن و گند زدن، ولی انقدر هم پول دارن که بالاخره یه جوری گلیم خودشون از آب میکشن بیرون. مثل اینکه مثلا توی ساختمون بخوای بسازی، بعد بری یه خروار خرج کنی مثلا نماشو به جای سنگ، مثلا یه مهندس ناشی مثلا بیاد یونولیت بزنه، بعد بگن آقا این یونولیت ها مال اینجا نبود، مال عایق لای دیوارا بود، میگه ای مال لایق رو بکنینش بریزی دور، برین دوباره یونولیت بخرین. خب بعد برین دوباره سنگ بخرین مثلا، بعد دوباره بیان سنگا رو خراب کنن، مثلا به جای اینکه دوباره بزنن رو نمای ساختمون بزنن رو سقفا، مثلا به جای قیرگونی استفاده کنن رو پشت بوم، و بگن آقا چی کار داری میکنی آخه؟ میگه این قیرگونی مال پشت بوم بود، من فکر کردم اینو باید بزنم به نما، بکنین دوباره بزنین. خب کسی نمیتونه اینو هندل بکنه مگه یک آدمی که خیلی 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 پول داشته باشه بگه حالا به درک اینم ریختم دور. سیاست خارجی آمریکا همینجوری رفته جلو. اینکه مثلا فکر کنید ها چقدر مثلا اینا خیلی نادونن، همین الانش هم نادونن، اینقدر نادونن که فکر میکنن که با جمهوری اسلامی میتونن، یعنی بگه این مثلا گفتن باشه ما دیگه کاری نمیکنیم، میتونن روش حساب بکنن. هنوزم فکر میکنن میتونن حساب کنن، اینقدر نادونن خیلی هاشون. ولی مردم داخل ما فکر میکنن واو یک سری الان در یک ساختمون های پیچیده زیرزمینی یک عده متخصص های فرا انسانی نشستن، داره میگه که خب 100 سال آینده ایران چجوری باشه، 250 سال آینده روسیه به کدوم سمت بره، بعد خب اینجوریه، حالا بشینیم پله به پله براش برنامه بنویسیم ببریمش به اون نقطه. بعد مردم چی کارن؟ هیچی، مردم کاره نیستن، اصلا تو بازی نیستن، اصلا ما بازیشون میدیم. یک انجمن فراماسونی بارکلا جهانی داره اینا رو هدایت میکنه، یک با فرازمینی ها، و فرازمینی ها دارن آمریکا رو هدایت، باور کنید حرفا رو میزنن خیلی ها، فرازمینی ها دارن آمریکا رو مشاوره میدن بهشون، با بشقاب پرنده اینجوری میان پایین رو سقف کاخ سفید میشینن، اپلا میان پایین دو تا چش گندم اینجوری دارن، بعد میان میگن ایران باید از بین بره، ایران باید جمهوری اسلامی بمونه، اینجوری فکر میکنن خیلی ها. مریخی ها مثلا، در حالی که اینجوری نیست. آقا خب اونا میتونن توافق کنن که امتیاز به جمهوری اسلامی بدن، امتیاز ازش بگیرن،
خب حالا تو این امتیاز دادن و امتیاز گرفتن هم عموما ضرر میکنن، ولی انقدر پول دارن که تو این ضرر کردناشون خیلی آسیب نمیبینن. درست شد؟ یعنی تاب‌آوریشون بالاست. شماها چی؟ شما فکر میکنین وای اون تمام دیگه تموم شد، اصلا مگه انقلاب ما رو ما درست کردیم، آمریکایی‌ها تموم کردن؟ یا بعضیا فکر میکنن آمریکایی‌ها شروع کردن، آمریکایی‌ها هم تمومش میکنن. حالا این وسط ما هم میشیم چی؟ ما هم میشیم ابزار آمریکایی‌ها دیگه. قدرت‌های جهانی میخوان، ماها تو خیابونیم، بعد نمیخوان، ما میریم تو خونه. از این مرحله بگذرین، خب از این مرحله عبور کنین، از این تصور آدم فضایی ها و نمیدونم قدرت توطئه جهانی بگذرین، شما پیروز شدین. باور کنین پیروز شدین، یعنی دیگه نمیشه شکستتون داد. نه بابا، آمریکا کجا وضع اقتصادیش برده، نمیدونی چقدر پول میچرخه اینجا، وضع اقتصادیش نسبت به خودش بد شده، نسبت به همه جای دنیا خیلی متفاوته. حالا دیروز که میگم، دیروز عالی بوده تو انقلاب، حالا میگم بهتون، صبر کنی، عجله نکنی. برای همین بچه ها این قول مرحله آخره، این خانه هفتمه، بعد ازش عبور کرد. خانه هشتمه هفتمه چی؟ بعد ازش عبور کرد. به خودتون باور کنین، همین امروز فکر کنید که آمریکا با جمهوری اسلامی توافق بسته، امتیاز داده، تصمیم هم گرفته که از مخالفای جمهوری اسلامی حمایت نکنه، مثلا تصمیم هم گرفته که روی تمام برادکستینگ جهانی و اروپا و آمریکا تصمیم گرفتن تمام شبکه‌های تلویزیونی رو عادی سازی بکنن، پیجای همه ماها رو هم از دسترس خارج بکنن. خب فرض کن اینجور شده دیگه. آقا فردا اومدی رفتی تو صفحه من، دیدی که نوشته چی پیدا نمیشه، صرف پست مثلا. اوکی؟ بس اوکی، مشکلی نیست. شما اگه خودتون رو باور داشته باشید، احتیاجی ندارید به این قضايا. مگه مردم مثلا مجارستان یا مردم مثلا چکسلواکی اون موقع مثلا فیسبوک داشتن، اینترنت داشتن؟ ها؟ نداشتن که. چقدر مثلا رادیوهای خارجی اصلا در دسترسشون بود؟ چقدر بود؟ هیچ. مثلا رادیوهای دو موج هم توی کشور اروپا شرقی اصلا اجازه نداشت، موج SW نمیتونست داشته باشه. خب خواستن شد، خواستین بخواین میشه، بخواین میشه. بخواین نمیتونن شما رو خاموش بکنن، ولی نه، اگر خودتون با این باور نداشته باشین، فکر کنید آره عملیات با کشورهای دیگه است، خب اگه فکر کنین که عملیات با کشورهای دیگه است، خب آره شکست میخورید. چجوری شکست میخورید؟ ناامید میشی، میری میشینی تو خونه، یه های دیگه هیچی دیگه، تموم شد بابا، ولمون کن. صبح پا میشی اینجا چشماتو میمالی، پولا هم اونجا واستاده، مثلا میخوای بنویسی، اینجا نگاهش میکنی میگه حالا که چی دیگه، ما 100 تومانی اونجا بنویسیم مثلا، این ور دارن میلیاردها دلار رد و بدل میکنه. ول کن بابا، اینا دلتون دلشون خوشه، تموم شد رفت. این تموم شد رفت رو تو خودت به خودت میگی، درست شد؟ تو خودت به خودت میگی. اون به تو نمیگه، اون میخواد تو خودت به خودت اینو بگی، بازی میکنه که تو خودت به خودت این حرف رو بزنی. شد.
برای همین دنبال عوامل دلسردی نگرد دوست من. خودت ببین چجوری، چقدر دلت تاباوریش پایینه، چقدر ذهنت تاباوریش پایینه، چقدر تو نوسانات این ور اون ور میشه، دنبال اون نگرد. مثل اینکه من اینجا بیام بگم که خب دیگه حالا انقدر که ما رو ریپورت کردن و مثلا فالوورامون مثلا زدن و پیجمون شادو بند شد و خب دیگه فایده ای نداره که آخ 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 دیدی چی شد، دیدی پیجم شادو بند شد، دیدی مثلا 2000 نفر از صفم رفتن، دیدی مثلا فلان شد. خب میام میگم خب پس دیگه تعطیل. ای مگه تو مثلا اینقدر یعنی ضعیفی؟ یا مثلا دیدی چقدر پشت سر من دارن حرف میزنن تو توییتر، توی اینستاگرام مسخرم میکنن، بهم فوش میدن؟ فوش دادن ما هم رفتیم. خب فوش دادن ما، فشار روحی اومد رومون، فشار اومد دیگه رفتیم. فلان رفیقم تا دیروز از پاچم میرفت بالا، امروز رفته پشت سرم داره حرف میزنه، وای دیدی چی شد، بدبخ شدم من، خدافز من رفتم. یه مجاهد مگه مجاهد داریم؟ به 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 مجاهد کجایی؟ واسه من مجاهد بکنم باش حال کنم. خب بذار من این مجاهده رو پیدا کنم یکم سر به سرش بذاریم ببینیم چی نوشته. چیز ننوشته تپلکی بابا. خب خب مثل اینکه بگم آقا آره حالا دیگه من اینجوری شد، من دیگه بدبخت شدم، آقا پیج کارگروه اتحاد ملی رو برای دومین بار زدن، شروع میکنم آی خدایا بیچاره شدیم، بس که فایده نداره، دیدی فلانی بهم فوش میده، فوش دادن من دیگه. پوست کلوف نباید باشه، زره باید باشه، بخوری بری جلو. خب پس دنباله نگر که کی دل سردت میکنه، توی که قابلیت دل سرد شدن داری که اون میتونه دل سردت بکنه. توی که دل سرد خیلی سری دل سرد میشی، با یه قوره تب میکنی، با یه مویز جا به جا میشی، میشی مثل اونایی که آقا تو شما چرا از ائتلافتون رفتیم بیرون، آقا فوش دادن، آقا فوش. بعد مثلا اینا رو خب اگه بگیرن زندانیشون کنن که هیچی دیگه، فوش که همون اول در ورودی 209 فوشا رو بهت میدن، بعدش دیگه اون کار بلا رو سرت بیارن دیگه هیچی، باید یه دونه باتوم هم میگیری دستت، اون وقت میری مردم هم سرکوب میکنی لابد دیگه. پس بنابراین این که مثلا آقا اپوزیسیون دارن دعوا میکنن ما دل سرد میشیم و فلان و بسار، نفر بزید دور بابا. جمله سعیش اینه که ما هنوز اونقدر رشد یافته نشدیم که بتونیم این چیزها رو تاب بیاریم. همین امروز حرکتتون تو میدون انقلاب فرای تصور بوده، همه همدیگر رو پیدا کردیم، منتهای مراتب همینجوری که به چند تا نکته در نظر بگیرید. یک، به شدت گفتمان سازیاتون رو ادامه بدید، به شدت. دو، شبکه سازیاتون رو ادامه بدید. سه، بحث علامت ها که من گفتم یک ساعت باشه، علامت فقط برای این نیست که شما بتونید به هم ایمیل رد و بدل کنید، نه، برای اینه که خودتون متوجه بشین که چقدرین، چقدر اون جمعیت شما این، و وقتی متوجه شین اون وقت میتونید وارد مرحله شعار دادن بشین. خب وگرنه خب همش رابری که فایده نداره که.
وقتی بفهمین چقدرین اون وقت باید وارد مرحله شعار دادن بشه، حداقل در اطرافتون که ساپورتتون بکنن. یه نفر این کار رو انجام میده یا یه نفر دستشو میبره بالا. خب تو سبز اینجوری بود، یه نفر اینجوری دستشو میبرد بالا، خب یهو همه دستا میرفت بالا. یهو همه دستا میرفت. بنابراین این این موضوع رو بهش دقت بکنید لطفا. امروز جمعیت تهران اون منطقه عالی بوده، بچه ها خیلی بچه ها هم دیگر پیدا کردن. داری یواش یواش درست میشه، داری یواش یواش درست میشه. بنابراین اون حرکتی رو که همیشه دارین انجام میدین رو با قدرت انجام بدین. گفتمان سازی رو فراموش نکنین. خب گفتمان سازی رو فراموش نکنین. به مرور به موفقیت میرسیم، به مرور به موفقیت میرسیم، به شرط اینکه خودمون رو باور داشته باشیم. همین چند بار من همیشه دارم میگم خودباوری خودباوری خودباوری، قدرت خودتون رو باور بکنید. همین و اون نقشی که گفتمان سازی انجام میشه در مورد روتین‌های خیابونی، اون نقش از همه چی مهمتره. باید براش وقت بذارین، کار کنیم، سر زبونا بندازید، تبدیلش کنید به یه چیزی که همه بدونن این قضیه هست و با قدرت موفق میشین. وگرنه اگه برسی به یه نقطه‌ای که فکر کنی همه چی دست غربی هاست، محمد رضا شاه با همه هوشیاری و باهوشیش در سیاست خارجی و با همه نبوغش در واقع در دیدن خیلی از مسائل، این اواخر دچار همین مسئله بود. دائم سفیر انگلیس و سفیر آمریکا رو میخواست، میگه شما چرا میخواید من رو بندازین بیرون؟ حالا فرض کن سفیر آمریکا و سفیر انگلیس هم شما میخواید بندازن بیرون، تو بجن که با اونا صحبت میکردی، خب باید به قدرت خودت و توانایی های خودت رو نگاه میکردی. مثلا چه میدونم به جای این که شریف امامی رو مثلا بکنین و نخست وزیر که مثلا این با فراماسونا در ارتباط، پس این میتونه با انگلیسا مثلا موضوع مشکلات ما رو شاید حل بکنه، خب آدمای قابل رو که بتونن جمع بکنن ماجرا رو و تسلط و مسلط باشن به قضیه میابود سرکار. به جای آقای ازخاری تیمسار اویسی رو می آورد سر کار. مثال. یعنی این که همش فکر کنی که آی نمیدونم همه چی کار انگلیسی هاست، کار آمریکایی هاست، این رسوخ فرهنگی داره دیگه تو ما، رسوخ فرهنگی داره تو ما و اینو باید بهش غلبه کنیم. اینو با شناخت باید بهش غلبه کنیم. بعد یه جلسه من خیلی کارا باید بکنم. باز میگن که چرا از برای چی از کارگروه اومدی بیرون؟ برای اینکه وقتم خیلی گرفته میشد، بچه ها خودشون هم میتونستن کاراشون رو انجام بدن. خب من باشون صحبت کردم، گفتم شما خودتون میتونی، من بشنم یه سری کارهای دیگه بکنم. مثلا یکی کارهایی که میخوام انجام بدم باید بشینم یه دو سه تا مقطع تاریخیه در مورد سیاست های خارجی بریتانیا رو تو قرن 19 و قرن 20 براتون با جزئیات بیارم جلو که ببینید این کار انگلیسی هاست، خب
چقدر بی پایه است، چقدر بی اساسه. بشینم براتون بیارم جلو قشنگ دونه دونه، مثلا مقطع بعد از جنگ جهانی اول، مقطع بعد از جنگ جهانی دوم، مقطع مثلا بازی بزرگ با روس‌ها، دونه دونه با تاریخ و اسما و افراد بیان براتون ببینم آقا چی میگین. آخه شما فکر میکنین مثلا کار انگلیسی هست؟ اینو قشنگ تو تاریخ ببینیم، یکی از کارهایی که من باید انجامش بدم، فکر کنم تو این هفته برسم انجام بدمش. که اصلا یکی از، اگر اینجوری باشه، اگر اینجوری می بود، خیلی نقطه ضعف بود برای قدرت‌های بزرگ. اتفاقا قدرت‌هایی که سیاست جهانی داینامیک و پویا دارن که برندن، یعنی میدونن با، چون خیلی از سیستم‌های پیچیده همین جوریه، سیستم ساده نیستش که شما بگه این آ نتیجه میدهد ب را، پس ب آنگاه نتیجه بدهد سی را. آره در مورد فاشیست هم باید صحبت کنم. سیستم های پیچیده در عوامل درگیر چندین عامل در جهت های مختلف با هم که یک چندین سنتز رو به وجود میاره تعریف میشه. مگه میتونی تو مثلا یه پلنی بیاری مثلا برای 150 سال دنیا، بعد ندونی مثلا چجوری تو وارد محاسبه میکنی اتفاقاتی که تو اون 150 سال میفته بعد کنترل محاسبه ایت خارجه؟ اتفاقا سیاست های جهانی همه داینامیک هن، یعنی پویان، یعنی میبینه این اتفاق الان اینجا افتاد، حالا باید این موضع رو بگیرم. همونطور که یهو آلمان بلند شد، خب برخواست در قرن 19 و قرن 20، تبدیل شد به یک قدرت بزرگ، و بریتانیایی که تا به حال همینجوری دشمنی میکرد با روسیه، تصمیم گرفت تو 1907 مشکلاتش رو با روسیه حل بکنه، بیفته سر آلمان. خب حالا من به شما بعدم بگم جنگ جهانی اول رو بریتانیا یا شروع کردن واقعا به مفهوم واقعیش، و اینجوری کردن که اصلا شروع بشه، حتی جنگ جهانی دومو، اون وقت شما میگه او مگه 1939 یک سپتامبر آلمان حمله نکرد به لهستان؟ مگه قبلش با روسیه، با اتحاد جماهیر شوروی پیمان عدم مخاصمه نبسته بود؟ همزمان یه پیمان دیگه هم بسته بودن که لهستان رو نصف کنن با هم. خب مگه بلا فاصله قوای روسیه هم از اون ور نیومدن وارد لهستان شدن؟ چند روز بعدش هر دو لهستان رو اشغال کردن، نصف به نصف کردن. پس چرا بریتانیا و فرانسه به واسطه این که به لهستان تعهد داشتن به آلمان نازی اعلام جنگ کردن، ولی به اتحاد جماهیر شوروی اعلام جنگ نکردن؟ چرا؟ چرا؟ آقا یه اتفاق یه جای افتاده دیگه، دو تا کشور حمله کردن به یک کشوری که مثلا متحد آمریکاست، بعد آمریکا بیاد به یکیشون اعلام جنگ بده، به اون یکی نده، بگه زیر سیویلی رد کنه. بریتانیا یا شروع کردن اصلا. خیلی خیلی مسائل هست آدم باید بره ببینه قشنگ لابلای تاریخ، کتاب‌های مختلف، نه فقط یک کتاب، نه فقط یه روایت، وقتی اینا رو همه رو با هم ببینی و میبینی آقا جون اصلا اینجوری نیست که تو که پلنینگی داشته باشی برای 150 سال دنیا. نه، برای همین اتفاق، همین که امروز داره میفته، برای همین اتفاقی که امروز داره میفته، چندین پلن مختلف جایگزین ABC، اونم در جناح‌های مختلف در داخل آمریکا وجود داره. ده همین الان گروه‌های مختلف قدرت پلن‌های مختلفی دارن، همه اینا هم احتمال سویش کردن از روی این به روی اون یکی خیلی بالاست. حتی
اینم برای عرعریا میگم که عرعریا خیلی خوشحال نشن. خب فکر نکنید دل بچه های ما رو میتونید سرد کنید، مثلا شما خوشتون بیاد. عرعری های محترم، در عرعرا خوب توجه بکنین. خب خوب توجه بکنین، این شکلاتی که امروز دارن بهتون میدن بخورین، خب فردا براتون اسهال شدید میاره. ببین من کی بهتون گفتم این شکلاتی که امروز دارم میدم شما بخورین، فردا براتون اسهال میاره بدجور بدجور. حالا وایستا تا ببینی. خیلی ناشین نایاکتونم ناشیه. خب اینو فعلا داشته باش، حالا برو جلو. نایاکتونم ناشیه. یه جاهایی توی اندیشکده هایی و توی نهادهایی خب یه سری تصمیماتی و یه سری ملاحظاتی رو میگیرن که شما رو اصلا درش را نمیدن برید تو. خب از اون درش را نمیدن، از اون پله هاش بری پایین وارد اون حیاته بشی بعد بری بالا، از درش راشون را رفیقاتون را نمیدن برن تو. خب حالا این شکلاته رو فعلا بخورین، بعد فردا برون رویاتون رو میبینیم. اینم برای اینکه شما خیلی خوشحال نشین، کدم دادم به اون عزیزانتون امروز توی یکی از استوریا، به رفیقاتون که بدونید عددی نیستین. درست شد؟ خلاصه بچه های ما رو فکر نکنیم میتونیم با این چیزا عرابه در کنین. چه توافق بکنین شکلات بخورین، چه توافق نکنین، خب این بچه ها دیگه از این مرحله عبور میکنن. خب از این مرحله ها عبور کردن. اینجوریه. به هر روی ممکنه، خیلی ممکنه که پیج منم بزنن. اینه که لطف کنید اونجا رو داشته باشین، به بچه ها رفیقاتونم بگید که کانال تلگرام و یوتیوب و پادکست رادیو مهسا رو خب برین توش معرفی کنید به بچه ها، که اگه این پیجم در راستای شکلات سازی زدن خب بتونیم ارتباطمون رو با هم حفظ بکنیم. اینم از این این تو چیز هستی، تو بایو هست، برین تو بایو ببینید آجون، اونجا لینکاش همش هست. یه دونه لینک تری هست، اونجا برین و همه لینک ها هست. نه توضیح نمیدم آقا، توضیح در مورد جاهایی که من میرم و کار میکنم و اینا نمیدم. خب احتیاجی نیست تو اونی که با اونایی که باید بدونن خودشون میدونن. خب این از این. مراقب خودتون باشین، خودتون رو باور داشته باشید، فقط کار خودتونه و این داستان. بریم با قدرت جلو. شاه سرفراز آزاد باشین، پاینده باد ایران، زن زندگی آزادی.